سلام و وقت بخیر به مجموعه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از شمشاد نیوز خوش آمدید. امروز سه شنبه 27 جدی سال 1401 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 17 جنوری سال 2023 میلادی. در نخست سرخط مهمترین خبرها، خوشبینی ها درباره تفاهمات صورت گرفته مبنی بر فعالیت مؤسسات. اداره جهانی پاملرن از شروع کار دوباره در بخش های صحی و غذایی در افغانستان خبر داده است. هشدار از بارندگی های شدید در هفته روان و آینده. مسئولین میگویند که به دلیل سرما ده ها تن جان باخته و هزاران رسم مواشی از بین رفتند. و کشته و زخمی شدن نزدیک به 15 تن در حملات جداگانه در آمریکا. وال هم مشروع اخبار، من نیلوفر سروری هستم. مؤسسه جهانی پاملرن از آغاز فعالیت دوباره در بخش‌های مختلف در افغانستان خبر می‌دهد. این مؤسسه در یک اعلامیه گفته است که بعد از اخذ اطمینان از تامین امنیت کارمندان زن از سوی حکومت سرپرست، فیصله اتخاذ نموده که در بخش‌های صحت و تغذیوی در افغانستان دوباره فعالیت نماید. این در حالی است که مؤسسه جهانی نجات کودکان یک روز قبل نیز بعد از اخذ اطمینان کامل از تامین امنیت کارمندان زن از آغاز دوباره فعالیتش در افغانستان خبر داد. بعد از آنکه مؤسسه نجات کودکان از آغاز دوباره فعالیتش در افغانستان خبر داد، مؤسسه بین المللی پاملرن به تازگی در یک اعلامیه گفته است که بعد از اخذ اطمینان از تأمین امنیت کارمندان زن در بخش‌های صحت و تغذیوی در افغانستان دوباره فعالیت می‌کند. ما بعد از اخذ اطمینان کامل از وزارت صحت عامه افغانستان، عملیات تغذیوی و صحی خود را در این کشور از سر می گیریم تا کارمندان زن ما بتواند به سطح جامعه و نقش های حمایوی اموراتشان را در فضای امن و بدون هیچ مانعی انجام دهند. مؤسسه بین المللی پاملرن گفته است که بدون کارمندان زن نمی تواند در افغانستان کار کند و با در نظر داشت بحران بشری روان در افغانستان در بخش های صحت و تغذیوی فعالیت خواهد کرد. همکاران اوناس ما یک بخش مهم از سازمان ما را تشکیل می دهند. ما بدون آنها نمی توانیم کار نماییم. ما با در نظر داشت بحران بشری روان در افغانستان در بخش صحت و تغذیوی دوباره فعالیت می کنیم. مؤسسه جهانی پاملرن از سال 1961 در بخش‌های بشری، رشد زنان، تعلیم و صحت کودکان کار می‌کند. این اداره خواسته است تا حکومت سرپرست فیصله اخیرش را پس بگیرد و به آنان اجازه دهد تا در بخش‌های مختلف به زنان و کودکان افغان خدمات را ارائه کنند. از سوی دیگر، افغان‌های عام نیز از فعالیت دوباره این اداره‌ها خرسندی ابراز می‌دارند و می‌افزایند که در این شرایط بد اقتصادی باید دست افغان ها گرفته شود. ارزومندیم تا محدودیت های اخیر پس گرفته شود. ما در عین حال در جستجوی راه های حل و پیشرفت هستیم. با کارمندان زن و مرد باید اجازه داده شود تا در تمامی سکتورها بالخصوص کمک رسانی به زنان و کودکان افغان سهیم شوند. ټول نړیوال باندې غږ کو چې خدای دې وکړي چې دغه کمکونه دوامدار کړي تر هغه وخت پورې چې د ملت تا کومکونه مرسته ویر کی د غریبانان څخه بي وسه دي په تاسو خپل هم زیاتره ګوري دلته ټول خلک فکر داخته دي سوالونه کوي څوک یو کار کوي څوک بل کار کوي په افغانستان کې چې خلکو وس کم سترګي دي هغه دغه مؤسسات ته دي ځکه اقتصادي کچه د افغانستان د خلکو بيخي صفر سره درک شوې ده نو اکثریت خلک هم دې خاطر هم دلته فاتي دي کوم خلک چې د مؤسسات نه لګ لري دي هغه تللي دي. سه هفته قبل حکومت سرپرست ممنوعیت کاری زنان را در مؤسسات غیر دولتی اعلان کرد و با این امر ده ها مؤسسه فعالیتشان را در افغانستان محدود و یا هم متوقف ساختند. از مقامات حاکم درخواست می‌گردد تا به زنان اجازه کار دهند چون بدون آنان این مؤسسات کار کرده نمی توانند. اما در این حال سخنگوی امارت اسلامی می‌گوید که این محدودیت ها موقتی است و روی ایجاد یک فضای مناسب کار جریان دارد.
در ولایت های مختلف کشور به دلیل هوای سرد 26 تن جان باختند. مسئولین وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی میگویند که به دلیل هوای سرد در ولایت مختلف کشور 26 تن جان باختند و در حدود 70 هزار رسم هواشی نیز از بین رفتند. در این حال اداره هواشناسی در هفته روان و آینده تخمین زده که نقاط مختلف کشور شاهد بارندگی های شدید خواهد بود. 26 تن به دلیل هوای سرد در نقاط مختلف کشور جان باختند. بر اساس معلومات اداره هواشناسی در هفته روان و آینده موج سرد وارد کشور خواهد شد. رئیس اضطراری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی میگوید که در چند روز گذشته به دلیل هوای سرد 26 تن در نقاط مختلف کشور جان دادند و 70 هزار مواشی نیز تلف گردیدند. مسئولین می افزایند که از آغاز زمستان تا اکنون با 500 هزار تن علاوه از کمک های خوراکی و غیر خوراکی کمک های نقدی نیز نمودند. د شل نه تر وویش نیټه په ډیره خواشنی سره په هیواد کې د واوري او د یخنی له امله په بادغیس، غزنی، نیمروز، غور، پکتیکا، هرات، فاریاب ولایتونو کې لمړه نو یې ارقام له مخې شپږوش کسان شهیدان او 1000 څخه زیات څاروي په بادغیس، سرپل، جزجان او فاریاب ولایتونو کې لمنځه تللی دي. 15 لکه کسانو سره خوراکي او غیر خوراکي او نقدي مرستې شوي دي. سخنگوی وزارت فواید احمد در این مورد میگوید که در حال حاضر تمامی بزرگراه‌های کشور بر روی موترهای کوچک و بزرگ باز است و در روزهای سرد آینده هم تدابیر خاص را برای مسدود نشدن راه‌ها اتخاذ کردند. لس ولایتونو که موج د ژمی د واورو قراردادونه له خصوصي شرکتونو سره ترڅو وکولای شو چې د خصوصي سکتور لاره هغه سیمې چې هغه اسې پذیر نقاط لري او یا هم حالت ستونزې ډیری پیښیږي البته به د خصوصي سکتور په هم په شراکت او په قرارداد سره لس ولایتونو کې دوی د واوري پاککاری کوي او پاتې نور ولایتونو ته مو د دوی اړتیاوي او احتیاجات ورپوره کړي دي ترڅو له په خپل وسایتو په خپل ماشینري او په خپل امکاناتو د هیواد لوی لارې خلاصې. بر اساس تخمین اداره هواشناسی در هفته روان و آینده مناطق غربی، جنوب غربی، شمالی، شمال شرقی و مرکزی کشور با امواج هوای سرد مواجه خواهند بود. هوای سرد تا هفته گذشته وارد کشور گردید که اکثر مناطق تحت پوشش قرار داد، به خصوص مناطق غربی، شمال غربی، شمال و شمال شرقی و شمال مناطق مرکزی. نظر به تحلیل نقشه های اوزای جوی و مطلع های هواشناسی تا این هفته و هفته دیگر کاهش درجه حرارت کماکان در بعضی مناطق متذکره ادامه خواهد داشت. قابل یادآوری است که از یک هفته گذشته بدین سو در بسیاری از ولایت کشور به دلیل امواج سرد هوا دهاتن جان باخته و هزاران مواشی تلف شدند. بر اساس معلومات ریاست هواشناسی، هوای سرد بیشتر در سالنگ شمالی و جنوبی، کابل، هرات، جوزجان، پکتیا، غور، بامیان، دایکندی، فاریاب و کندز موجود است. امارت اسلامی باید در مقابل داعش و سایر گروه‌های تروریستی به گونه جدی اقدام نماید. منیر اکرم سفیر پاکستان در سازمان ملل در یک مصاحبه گفته است که به خاطر امنیت منطقه طالبان باید برای مقابله با داعش و سایر گروه‌های تروریستی تشویق شوند. اکرم در صحبت با یک رسانه آمریکایی گفته است که داعش در افغانستان از بیرون پول و کمک دریافت می‌کند و به گفته وی طالبان نیاز به حمایت مالی دارند. پاکستان همسایه کشور همیشه تلاش می کند که تمام جنایات خود را در شانه افغانستان بیاندازد و این کشور را برای جهان به اسم بد معرفی نماید. این کشور که از زمان تأسیسش در افغانستان مداخله کرده است، هنوز هم آرام نمی نشیند. هرچند مقامات پاکستانی در مورد افغانستان بارها مفکوره منفی را در سطح بین الملل پخش کرده، این بار منیر اکرم، نماینده آن در سازمان ملل گفته است که در کنار داعش سایر گروه‌های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. اکرم گفته است که طالبان باید به خاطر جنگ با داعش و سایر گروه‌ها تشویق شوند. ما در افغانستان یک وضعیتی داریم که طالبان باید تشویق شوند تا نه تنها با داعش بلکه با سایر گروه‌های تروریستی جنگ نمایند و در برابر آنان اقدام کنند. ما این وضعیت را درک می‌کنیم، اما به خاطر مبارزه با آن یک استراتژی تأثیر کننده باید روی دست گرفته شود.
همزمان با آغاز فعالیت گروه داعش در افغانستان، همه افغان‌ها به این نظر بودند که این گروه پروژه بیرونی است و به خاطر اخلال امنیت منطقه از آن حمایت می‌شود. به تازگی این مقام پاکستانی نیز گفته است که حمایت داعش از بیرون صورت می‌گیرد و اگر طالبان با کمبود پول روبرو شوند، اکثریت اعضای آن با داعش یکجا خواهند شد. این یک موضوع واضح و هویدا است که داعش با گذشت هر روز نیرومند می‌شود و از بیرون پول به دست می‌آورند. اگر طالبان به اندازه کافی پول نداشته باشند، اکثر اعضای آنان با داعش یکجا خواهند شد و این یک حالت سخت و آزاردهنده است. امارت اسلامی این گونه اظهارات جهان و کشورهای منطقه را بی اساس و غیر مسئولانه دانسته و اطمینان می‌دهد که به هیچ گروهی در افغانستان اجازه فعالیت نخواهد داد تا از خاک این کشور بر ضد دیگران و ملت‌ها استفاده صورت گیرد. این بار نخست نیست که پاکستان در مورد افغانستان چنین اظهاراتی را در سطح بین الملل ابراز می کند. این کشور بارها افغانستان را مخفیگاه و مرکز تروریسم معرفی کرده است، در حالی که خود پاکستان روی حمایت و پرورش گروه های تروریستی و تروریسم متهم است. اگر وضعیت کشور به همین منوال ادامه یابد و کابل از جهان فاصله گیرد، قربانیان مردم عام خواهند بود. تحلیلگران میگویند که ساختار قانون اساسی، اعتماد بالای اقشار سیاسی در داخل، آغاز مذاکرات بین الافغانی و جلوگیری از اتخاذ فرامینی که مخالف تمایلات مردم باشد میتواند افغانستان را از وضعیت فعلی بیرون نماید. آگاهان میگویند که حکومت فعلی باید با در نظر داشت منافع ملی با جهان تعامل نماید و جهان هم باید به کمک‌های دائمیش با افغانستان ندامه دهد. با گذشت هر روز فاصله میان افغانستان و جهان افزایش می‌یابد و این مورد نگرانی‌ها را در عموم بیشتر ساخته است. بعد از ممنوعیت کاری و تحصیلی زنان از سوی حکومت، امیدواری‌ها برای برسمیت شناسی نظام کاهش یافته و گفته می‌شود که در این شرایط هیچ یک از کشورها تمایل برسمیت شناسی افغانستان را ندارد. کارشناسان می‌گویند که حکومت سرپرست باید قانون اساسی را بسازد و از فرمان‌هایی که مخالف خواسته های ملت افغان و جهان است بپرهیزد. دا اوس هم په ولس باندې د ژوند دایره کوچنی کیږي، د ځینو اشخاصو د ضد له وجې. همدا اوس هم د ځینو اشخاصو د ضد له وجې نړیوال مشروعیت نشته، ځکه دوی په نړیواله کچه هغه اعتبار نه لري کوم اعتبار چې یو په یو دولت کې چارواکي لري. بنان حاکم حکومت مسؤول دی چې افغانانو ته اساسی قانون جوړ کی، ژوند را وګرځوي، دولت ورته جوړ کی او نړیوال مشروعیت ورته واخلي. کم فرامین چې د شریعت په مخالفت کې او هم د ولس په مخالفت کې قرار لري، دغه رقم فرامینو د ورکړي ډډه وکړي او نړیوالو ته غیږه خلاصه کړي. آگاهان میگویند که امارت باید بر اساس منافع ملی افغانستان با جهان تعامل نماید و جهان هم باید به کمک‌هایش با افغانستان ادامه دهد. اعتقاد بر این است که منافع ملی داخلی و خارجی و آغاز مذاکرات بین الافغانی می توانند صلح دائمی را در افغانستان تحکیم و باور سیاسی را به نظام ببخشد. موجوده حکومت تا پکار ده چه در افغانستان ملی گرد تا پکاتو سر در نره سر یا مثبت تعمل دلاری نروابید جور کی او نره تا هم پکار ده چه افغانستان سر اخپل دائمی مرستو تا ادامه ور کی او په عین زمان کې د موجوده حکومت نه مهم غوښتنه دا ده چې هغه افغانان چې د وطن دپاره مخلص دي، نیک شهرت لري، هغه که د کور دننه وي او که بهر، د هغوی سره بین الافغاني مذاکرات شروع کړي تر څو په افغانستان کې د تلپاتې سوله او ثبات دپاره په ګډه او مشترکه کار وکړي. تحلیلگران میگویند که افغانها با بحران بشری، اقتصادی و سیاسی شدید روبرو اند و در شرایط کنونی نیاز به هر گونه کمک دارند. آنان میافزایند که اعتماد بر اقشار سیاسی در داخل میتواند اعتبار حکومت را میان مردم افزایش دهد و این همه موارد گامهای ابتدایی برای برسمیت شناسی جهانی نظام مهم تلقی میشوند که باید برداشته شوند. ما میبینیم که در 16 ماه گذشته وضع بحران بهتر شد و اینجا چی باید کرد؟ اول مسئولیت میگرده به جنبش طالبان. در داخل جنبش طالبان باید فعالتر مذاکرات صورت بگیره که همگیشان قبول کنند که با اقشار سیاسی که در داخل افغانستان است اعتماد بیشتر شوه و همکاریشان جلب شوه. این سبب میشه که حکومت بهتر قبول شوه توسط مردم.
همزمان با حاکمیت امارات اسلامی مکاتب بروی دختران مسدود باقی مانده و دختران و زنان اجازه تحصیل و کار را در مؤسسات غیر دولتی ندارند و از سوی دیگر این همه تصامیم انک نارضایتی مردم را از حکومت سرپرست بیشتر ساخته و افزون بر آن فشارهای جهانی را بر افغانستان نیز افزایش داده است. نگرانی ها این است که دوام چنین تصامیم زندگی میلیون ها افغان و آینده افغانستان را با چالش روبرو می کند. مقامات گمرک ننگرهار می گویند دوایدشان نسبت به گذشته افزایش یافته است. آنان می افزایند هدف تعیین شده را تکمیل کردند و در ظرف چند ماه نزدیک به 800 میلیون افغانی اوید را جمع‌آوری نمودند. دلیل افزایش اوید در این ولایت جلوگیری از فساد خوانده می شود. ریاست های گمرک و صنعت و تجارت ننگرهار در ریاست اطلاعات و فرهنگ این ولایت تا یک کنفرانس خبری معلومات خود را از طریق برنامه حسابدهی دولت به ملت شریک ساختند. مقامات ریاست گمرک ننگرهار می گویند نسبت به سال گذشته در عوایدشان 30% افزایش آمده و در مدت یاد شده 785 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کردند. آنان دلیل افزایش در عواید را جلوگیری از فساد خواندند. عوایدی که خوست پیل هر از مر عواید پدغلو رو تو میاشت که چی خوست مر نظر اصلا او سو پینزه اتیا میلیون از مر عواید زیاد سیوی. در پخواب بطره بانی تقریبا گیرش پیسده پینزیوش پیسده زیاد سیوی. ابرار اضافه می کند که به هدف حل مشکلات تاجرین و ایجاد سهولت ها بالای 1000 جریب زمین در منطقه کمپ کابل، تأسیسات جدید و به خاطر بهبود امور تجاری در شهرک ترخم و ولسوالی لالپور توقفگاه های جدید را اعمار می کنند. نو په دې کې زموږ مطران صادرات واردات مو نه ځایږي نو بیا مو حکم واخیستې دغه څخه وزاره څخه مو حکم اخیستې دی زر جریب مقابل کیم کې دغه مځکه د کانال څخه اخیستې ده نو اوس په الحاله کار هم شروع کړی دی خو اوس درست پیل چې لا تاسیسات نه دي بشپړه شوې ګودامونه نه دي بشپړه شوې نو اوس موږ یوازې صادرات هلته طی مراحل کوو. در عین حال در جریان کنفرانس خبری یاد شده مقامات ریاست صنعت و تجارت میگویند بعد از حاکمیت امارت اسلامی این ریاست در حدود 52 میلیون افغانی عواید را جمع آوری کرده که نسبت به گذشته در آن افزایش به میان آمده است. 350 مجموع شکل دی او 115 الت دی نوری داخلی د خپ په ساحو کې دی او په کار باندې تقریبا 8000 کسان پدې کې په کار بو. با دلیل نبود برق از یک ماه بدین سود در کشور فعالیت های بسط ها فابریکه صنعتی متوقف گردیده که علاوه از زیان مالی بر صنعتکاران به هزاران تن بیکار گردیدند. مقامات کنر ده ها میل اسلحه سبک و سنگین را در این ولایت جمع آوری کردند. مقامات می گویند که این اسلحه های مختلف النوع در نقاط گوناگون این ولایت جمع آوری شدند. آنان می افزایند که این اسلحه ها با بیت المال تسلیم و بعد در ادارات زیربط از آن استفاده خواهد شد و بر روند جمع آوری آن در سایر بخش های دیگر نیز ادامه خواهد داد. اینجا ده‌ها میل اسلحه و مهمات توسط مسئولین امنیتی کنر از مراکز و ولسوالی های این ولایت جمع‌آوری شده است. مسئولین میگویند که 703 میل اسلحه مختلف النوع توسط استخبارات و کمیسیون های مرتبط با وزارت های داخله و دفاع جمع‌آوری شده. 203 میل اسلحه را جمع سویده او 2000 مختلف النوع پیر مهمات را جمع سویده. که مهمات دیر دی. مسئولین امنیتی میگویند که روند جمع‌آوری اسلحه دوام خواهد داشت و از مردم میخواهند که اسلحه های بیت المال را بنابر خواست خود به ادارات مسئول تسلیم نمایند. باید اسلحه 18 اسلحه وی د وروری په فضا کې په ښه امن کې راوړي او د کمیسون د تشبیه د کمیسون مسؤلینو ملګریو ته په خوشحالي باندې تسلیم کې تر څو پورې د موږ اطمینان وسی سی هغه کوم تجهیزات او شسیو یا کوم اصلي هي سی هغه به جای سوي سی هغه را جمع سی. مردم محلی از روند جمع‌آوری این اسلحه استقبال میکنند و از همکاریشان با مسئولین خبر میدهند. منګه د خپل حکومت سره همیشتن مرسته کړې ده
ان شاء الله راتلونکو کې به کوو هر چا سره چې د غنیمت مال پاتې شوی دی هغه به راوړو او ان شاء الله به د خپل حکومت ته خپل نظام ته دته به حواله کوو. پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در کشور تنها در ولایت کنر بیش از 17000 میل اسلحه مختلف نو جمع آوری شده و به گفته مقامات محلی این ولایت این روند در سایر نقاط نیز ادامه خواهد داشت. وضعیت اقتصادی روان در کشور کسب و کار کلولان را نیز متاثر ساخته است. یک کلول در شهر کابل که نزدیک به 2 دهه می شود در این کسب کار می کند و ظروف گلی می سازد می گوید به مثل گذشته فروشات ندارد و اضافه می کند که اقتصاد بیشتر مردم ضعیف است و به مثل گذشته خریداری نمی توانند. والا او دوروی دوره بر ما اردیش یکی است. مردم هر چیزی که ضرورت می داشته باشه می خرند. نگال یک داره مردم پیسه نیست، ماش نیست، یک داره کم از خرید قدر زیاد نیست. باز هم شکر می کشیم خوب است مردم می خرند، هم قدر ضرورت یک مشکل حل می شده. یک داره است که قیمتی است. هر قدر کار کن آدم باز هم یک داره پسمان می شه. در مصرف که روزمره در دوکان می شه یا در فامیل می شه آدم پوره کرد نمی تانه. بسیاری از فابریکه های مسدود شده در شهرک صنعتی هرات دوباره فعال شدند. این فابریکه های تولیدی همزمان با حاکمیت امارت اسلامی در کشور مسدود شده بودند و در حدود 1.5 سال غیر فعال بودند. کارگران در شهرک صنعتی هرات خرسندند که زمینه کار برایشان در داخل کشور فراهم شده و از تجاران دیگر نیز می خواهند که در داخل کشور سرمایه گذاری کنند تا مردم وادار نشوند که برای کار کردن به کشورهای بیرونی بروند. جرا خدا هم دونه تحصیل بده بیان به کشور خود که منجا به شرایط مساعد کریر به همه جوان های مان شما ایا کنن که به کشورهای خارجی هم منتاج نباشید. بله از اینا خوشحال این که منجا سرمایه گذاری میکنه چند تا نفر دست به کار میشه منجا مشغول به کار میشه. خیلی تشکری میکنیم از دولت امارت اسلامی که امنیت برقرار کردن. واقعا تشکر میکنیم از اینا که ما میتونیم با خیال راحت صبح بیاین سر کار نمازگر بریم به خونه خو امنیت کامل دارن. تشکر میکنیم از اینا. به حساب از اینکه ما از اینکه بیرون ببریم پول خوب و دیگه جا سرمایه گذاری کنیم به کشور خود خود یک خدمتیه و یک کم اشتغال زایی میشه. کارگر ما جوان ما بیرون از کشور نمیره و همینجی خدمت به کشور میکنه به فامیل خود. دیگه همین چیزی هم که ما اگه معاش چیزی میدیم به داخل خود کشور مخرج میشه و سرمایه ما بیرون نمیشه. بازار تولید هم نسبت به هر زمان بهتر هست. تطبیق قوانین و اجرای پالیسی ها خود از یک مثبتگرایی را ایجاد کرده و برای بازگشایی مجدد فابریکات کمک بسیار زیاده کرده. الحمدلله امروز تولید در چند سکتور بسیار خوب است. در بخش مواد غذایی ما رشد قابل ملاحظه داریم. الحمدلله تمام فابریکات ما فعالیت میکنند و کدام مشکلی هم متوجهشان نیست. سرویس خبری ما در اینجا به پایان میرسه. سپاس از شما و همکارانم. وقت بر شما خوش. الان نگهدار.